درود ارز کنم خدمت دوستان عزیز و مهربان کانال یوتیوبی یادگیری امشب هم با یکی دیگه از درس های ده کلمه آلمانی قبل از خواب در خدمتونم دوستان عزیز اپلیکیشن یادگیری رو امیدوارم تا حالا نصب کرده باشید اگر نکردید حالا امشب میبینید که چقدر به درد میخوره و میتونید نصب کنید درس ها رو خیلی منظم اونجا قرار دادم و مثلا درس های ده کلمه قبل از خواب رو اینجا میتونید راحت کلیک کنید و درس ها رو منظم مرتب پیدا کنید پس اسم اپلیکیشنمون هست یادگیری نقطه دعه که اونجا میبینید که پرچم ایران و افغانستان و آلمان هست و روش هم نوشته یادگیری دانلود میکنید رایگان هست و تمام بخش های کلمه هاش هم بدون اینترنت کار میکنه حالا مثلا ما میریم توی این قسمت اینجا کلمات A1 A2 ببینیم چیا براتون گذاشتیم که حالا اینا رو مدام من بیشتر و بیشتر خواهم کرد مثلا میریم توی فعل های مهم دسته اول فعل های مهم دسته اول با بگینن با شروع کردن شروع میشه درسته؟ ام. فعل بگینن شروع کردن مثلا من میگم ایش بگینه شروع میکنم اب مارگن از فردا شروع کردن با چیزی توی فارسی میگیم توی آلمانی هم همینه میت دویچ من از فردا با آلمانی شروع میکنم شروع میکنم به آلمانی یاد گرفتن مثلا میخوام بگم این فیلم که شروع میشه ون بگیند در فیلم ون که بگیند برای سوم شخص دیگه سوم شخص برای فیلم هست بگیند چی در آرتیکل فیلم رو میذاریم فیلم فیلم که شروع میشه فعل بعدی فعل ماندن ماندن به آلمانی میشه بلایبن یه راز باحال داره و اون هم این که توی گذشتهش میگه است گبلیبن این جز استثناءات آلمانیه است گبلیبن مثلا مثل بچگی ها اون یارتونه میگفتیم من خونه عموم میمونم میگفتم ایش بلایب هیا من اینجا میمونم یا مثلا یه چیزی رو خونه یه نفر جا گذاشتی میخوام بگیم که خونه تو منو گذاشتم مانده خونه تو مثلا میگیم است فعل میاریم اول دیگه برای سوالی میدونیم که فعل میاد اول است مثلا ماین هندی دوستان توجه کنید آلمانی میگه برای نوشتنش میگه آ ولی هندی همیشه میگن هندی هست تو میخوام ماین... است من هندی بای دیا نزد تو بای معنی نزد هم داره نزد تو و میدونیم بعد از بای همیشه داتیف هست پس میشه بای دیا گبلی هندی من پیش تو موند یعنی من خونه شما جا گذاشتم پیش تو جا گذاشتمش است ماین هندی باید dir geblieben. فعل بعدی برینگن آوردن میخوایم به پسرمون بگیم میتونی یه لیوان آب برای من بیاری کنستو کنستو این یک گلاس واسا یک لیوان آب میر برای من برینگن بیاوری میدونیم که یک سری فعل داریم به نام مودال ورب ها و کنن که مستر فعل هست یعنی توانستن برای اول شخص میشه ایه کن و برای سوم شخص هم میشه ارزی از کن برای دوم شخص میشه کنست کنست تو تو می توانی برای من یه لیوان آب بیاوری یا مثلا پسر جواب میده مسلم بابا با کمال میل نتولیش نتولیش ایش برنگ میآورم آورم برای تو این Glas برای تو یک لیوان آب میارم فعل بعدی فعل فکر کردن دنکن دنکن ما توی فارسی هم میگیم من به تو فکر میکنم درسته؟ ایش دنکه ان به تو دیر میتونیم داتیو ان دیر بعد از ان میتونه اکوزاتیو بیاد میتونه داتیو بیاد بسته به فعلمون انتخاب میکنیم که اکوزاتیو باشه یا داتیو باشه م. درسته دنکن ان دیر ان یمندم دنکن بیر دیگه چه میتونیم بگیم دنکن ایش دنکه اینو خیلی میگن آلمانی ها denke یعنی من فکر میکنم بعدش توی نوشتنش کما میاد چون یه مکس میکنی ایش کن من میتونم دیو به تو هلف من فکر میکنم من میتونم به تو کمک کنم اینم از این فعل بعدی اجازه داشتن dürfen. دوفن هم جزء فعل های مدال هست قانون مدال چیه بچه ها؟ فعل کنن دوفن زولن حالا چند تا دیگه هم هست مثل میسن یک قانون مهم داره خیلی هم پرکاربرد هست و کار هم آسون میکنه که وقتی که شما مدال میگین فعل جمله میره آخر و حالت مستریش رو هم میگیره یعنی چی؟ همین چیزی که بالا گفتیم اینو در نظر نداشته باشین میگیم ایش کن من میتوانم این میشه فعل اصلیمون برای اول شخص صرف میشه میشه ایش کن دیو به تو هلفن دیگه اینجا میبینید خیلی راحت اون فعل جملهمون به صورت مستری دیگه نمیخواد صرفش کنی میاد آخر یا مثلا میخوایم بگیم دو تو باید به مادرت کمک کنی دو مست تو باید داینر موتا، helfen تو باید به مادرت کمک کنی حالا میخوایم بگیم به پدرت تفاوتش چی میشه؟ میشه عین همین دوباره دو مست این تا اینجاش عین همون میشه حالا اینجا میشه داینم برای که دا تیوی هست داینم فاتا هلف به پدرت فن به پدرت کمک کنی این میشه داینم اینجا میشه داینر داینا موتا هلف حالا خیلی جاها مثال بچه ها میگن داینر و خیلی جا میگن داینر لام دا مثلا این سمت که من زندگی میکنم این رو روی کمی قلیستر میگن سمت های هخدوه چی مثلا هامبورگ و هانوفر و اینا داینا میگن خیلی دقیق ولی این سمت من ای کمی ار میگن یک کمی بالاتر سمت هولنگ میره دقیقا میگن ار اینجوری میگن اوکی اینم گفتم چون خیلی ها ایراد گرفته بودن به لحجه ای من و اینجور چیزا حالا برحال هیچ شکی نیست که برحال ما خارجی هستیم یک کمی لحجه داریم مثلا هم چیز ناراحت کننده ای نیست من با همین لحجهش دارم سر کار میرم ایش تا حالا بیم نگفت چرا لحجه داریم اینجوریه دیگه اسم خوردن ای esse. Ja, sie hat Ich با کمال ba برنج من این جمله رو هر روز سر کار میگم من میگم وای چقدر برنج میخوری میگم ایش اسه گهن قیس یا مثلا میگیم ویا ما منظوریم که مثلا ما ایرانی ها ما افغانستانی ها ویا اسن میخوریم ایما ما همیشه امه میتک برای بعد از ظهر غذای ظهر غیس برنج میت با این با یک زوس با یک دونه سس حالا به خورش ما میگیم توی آلمانی میگیم زوس اوکی این اینجوری هستش خلاصه اینم از این امیدوارم امشب چیز یاد گرفته باشید اپلیکیشن یادگیری رو پس میتونید نصب کنید تمام این درس ها تمام کلمات با توجه به سطحتون حالا آ اینس آ آت 2 هستید به اینس ب 2 هستید برای بقوف میخواین استفاده کنید و یا دنبال درس های کتاب خونی منظم و منظم خیلی ها میگشتن گواهینامه نامه میخواین می بگیرید دانستانی های فنی خود رو ده کلمه قبل از خواب درس های این چنینی رو منظم گذاشتم اینجا تکنیک یادگیری خیلی هم پرسن چجوری شروع کنم از کجا شروع کنم اینجا توضیح دادم چطوری به آلمانی بگم خستم تشنم گرسنمه تو آرایشگاه تو خیاطی چی بگم اینجا گذاشتم پیشوند فعل ها چه تاثیر روی فعل ها میذارن خیلی درس شیرینی من خیلی دوستش دارم و از همه پرطرفدارتر گنجینه کلماته که مسلما اونجا تمام این کلمات رایگان و بدون نیاز به اینترنت برای شما همیشه در دسترس هست که میبینید هر موضوعی که نیاز داشته باشید واقعا درش گنجونده شده و با توجه به حمایت های خوب شما حتما اضافه هم خواهد شد شب خوب براتون آرزو میکنم خوب بخوابید تا ده کلم قبل از خواب فردا شب بدرود